بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گرامی، مهربان هستم. امروز میخوایم کنکور 98 رو باهاتون کار کنیم بچه ها. کنکور خیلی شسته رفته ای که سوالاتش خب در حد خیلی خوب و استاندارد بود. بریم ببینیم کنکور 98 برای ما چی داره. زیست داخل کشور سال 98، سوال اول 156، کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل نامناسب است؟ بچه ها حواستون به نامناسب و مناسب باشه. آقا این باورتون بشه بچه ها، دقت کردن رو همین عبارات، یعنی دقت نکردن در از تو همین عبارات خیلی کوچیک و به نظر بی اهمیت، بعضی ها رو 30-40% بالا پایین کرده و شهرهایی جا به جا شده با همین مناسب و نامناسب. پس لطفا رو سوال خیلی دقت کنید. کدام مورد نامناسب است؟ یکی از شرایط جای خالی فلان گیاه است. یکی از شرایط افزایش خروج قطرات آب از انتها یا لبه برگ ها افزایش مقدار فشار ریشه. بله بچه ها، زمانی که فشار ریشه افزایش پیدا کنه، افزایش پیدا میکنه خروج قطرات آب از انتها یا لبه برگ ها. این درسته. یکی از شرایط حرکت آب و املاح در آوندهای چوبی مکش ناشی از سطح بخش های هوایی هست. بله بچه ها، اون مکش رو میدونید که در اصل یکی از اصلی ترین روش ها برای حرکت آب و مواد محلول در اون، حالا و املاح در آوندهای چوبیه یا همون شیره خام. یکی از شرایط باز شدن روزنه های هوایی، دقت کنید بچه ها، جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاخته های نگهبان روزنه هست. بله این هم عبارت درستیه، اما دقت کنین دوستان، یکی از شرایط کاهش خروج آب از منفذ بین یاخته های نگهبان روزنه هوایی کاهش بخار آب در هوای اطرافه. یعنی اگر هوای اطراف خشک بشه، بخار آبش کاهش پیدا کنه، گیاه بیشتر آب از دست میده، یا زمانی که هوای اطراف مرطوب باشه، طبیعتا زمانی که هوای اطراف خشک و کم باشه آبش، گیاه آب بیشتری از دست میده، نه کاهش خروج آب. پس گزینه درست یعنی نامناسب گزینه چهارم هست. خب بریم سراغ 157. سامانه دفعی در زنبور برخلاف سامانه دفعی در کرم خاکی. بچه ها سامانه دفعی در زنبور چیه؟ لوله های مالپیگی یادتونه؟ سامانه دفعی در کرم خاکی متانفریدی که نوعی نفریدیه. چه مشخصه ای داره؟ میگه زنبور برخلاف کرم خاکی. زنبور به روده تخلیه میشه؟ بله، لوله های مالپیگی موادشون رو به روده تخلیه میکنن، به دستگاه گوارش تخلیه میکنن. اما در کرم خاکی چطور؟ خیر، مواد به داخل روده تخلیه نمیشه. اه آقا، پس گزینه درست همینه. چه جالب، چقدر سریع. چون سوال ساده کنکور بود بچه ها. سامانه دفعی در زنبور در دو انتها بازه؟ نه خیر، در یک انتها چیه بچه ها؟ بسته هست. سامانه دفعی در زنبور نزدیک به انتها به صورت مثانه در اومده؟ نه، ما در زنبور مثانه نداریم، در کرم خاکی داریم. و در بخشی از طول با شبکه مویرگی ارتباط داره؟ مگه زنبور مویرگ داره؟ خیر، کرم خاکیه که مویرگ داره. پس گزینه یک گزینه صحیح هست. بریم 158. کدام مورد درباره سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کره چشم انسان میشه؟ ای آقا این کجای کتاب بود؟ کجای متن کتاب بود؟ هیچ جا. تو شکل کره چشم در گفتار دو فصل دو کتاب 11 بچه. خیلی ساده، چندین بار این قضیه رو من حالا هم سر کلاس های آنلاین هم سر بررسی تست ها مطرح کردم که دوستان گرامی، شکل های زیستشناسی به شدت مهمن. یعنی چی؟ یعنی درسته که بچه ها همیشه میگیم متن بر شکل مقدمه، یعنی اگر یه مطلب کاملا مشخصی رو متن داره یه چیزی میگه، شکل همون مطلب رو یه مقدار با اختلاف داره بیان میکنه، متن ارجحه در زمینه کنکور سراسری. ولی یه چیزی که اصلا تو متن نیمده، مثل همین سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کره چشم انسان میشه، که شما اصلا ندیدینش کلن تو متن، فقط تو شکل دارین میبینید از محل نقطه کور وارد میشه،
این رو شما باید تو شکل دقت داشته باشید و یه چیزایی که تو متن نیست و تو شکل پیدا کنید و چشتون رو باز کنید، از شکل عکس بگیرید تو ذهنتون تا سر جلسه کنکور آماده باشید. کدومه صحیحه بچه ها؟ آیا اون سرخ رگه که از نقطه کور وارد میشه ناحیه وسط بخش رنگین چشم رو تغذیه میکنه؟ آقا بخش رنگین چشم کجاست؟ بخش رنگین چشم کجاست؟ عنبیه. ناحیه وسطش چیه؟ مردمک. مردمک سوراخه. سوراخ تغذیه میشه؟ خیر. در مجاورت داخلی ترین لایه کره چشم منشعب میشه. آها، این گزینه درستی هست. داخلی ترین لایه کره چشم چیه بچه ها؟ شبکیه. در مجاورت شبکیه منشعب میشه. انشعابات آن در مجاورت مایعی غیر شفاف و ژله‌ای، اولا که زجاجی ماده است، مایع نیست، و در و طبیعتا اگه میگفت ماده میتونست یه جورایی درست باشه، البته زجاجی هم یه جورایی ماده شفافه. خب انشعابات انتهایی آن به پرده شفاف جلوی چشم وارد میشه. پرده شفاف جلوی چشم بچه ها چیه؟ پرده شفاف جلوی چشم قرنیه است. انشعاباتش به قرنیه وارد نمیشود و بنابراین سال 158 گزینه 2 درسته. 159. امروزه پژوهشگران میکوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارن استفاده کنند. آقایون خانوما، دختر و پسرای گل، کدوم رفتار رو داره میگه؟ نقش پذیری. یادتون اومد؟ داره نقش پذیری رو میگه. همون قاضا بودن که از تخت در میومدن دنبال اون رفتار شناسه آقای لورنز را میافتادن. تو گوسفندا هم دیده میشه همچین رفتاری، درسته؟ خب این رفتار راجبش کدوم مورد صحیحه بچه؟ یه نگاه کلی، خب یه نگاه کلی به گزینه‌ها بندازیم، بعد گزینه دو رو نگاه کنین. نوشته همانند رفتار حل مسئله حاصل برهم کنش ژن‌ها و اثرای محیطی است. می‌دونید بچه‌ها اغلب رفتارها غیر از اون چند تایی که حالا اول کتاب خوندین، اول فصل 8، اغلب رفتارها نتیجه برهم کنش ژن‌ها و اثرهای محیطیه. خب پس بنابراین این گزینه طبیعتاً می‌تونه گزینه درستی باشه آقا جان، درسته؟ اما همانند رفتار شرطی شدن فعال فقط تحت تاثیر پاداش آموخته می شود. اصلا بحث نقش پذیری بحث پاداش نیست، و البته شرطی شدن فعال هم فقط تحت تاثیر پاداش نیست، تحت تاثیر تنبیه هم هست. کاری به کتابتون نداریم. برخلاف رفتار نقش پذیری، خودش نقش پذیریه پس گزینه 3 هم میپره. برخلاف رفتار شرطی شدن کلاسیک، انجام آن نیازمند یه محرک شرطی یا طبیعیه. نه، ما محرک شرطی رو کاری باهاش توی سیستم نقش پذیری نداشتیم، پس گزینه 2 جواب صحیح ماست. 160. کدام گزینه در مورد رانش عللی یا رانش دگرئی نادرست است؟ آقا نادرست، خیلی طراحی کنکور بچا علاقه به نادرست، غیر صحیح، ممکن نیست، نمیتوان گفت دارند. پس دقت کنید، رانش دگرئی در اثر حوادث طبیعی رخ میده. بله طبیعیه دیگه، چند تا بز دارن رد میشن، مثلا یکیشو یهو پاش لیز میخوره میفته، زلزله میاد، سیل میاد، حوادث طبیعی. خب سه، همین پایینشو بخونیم، در جمعیتای با اندازه کوچکتر تاثیر بیشتری داره. بله در جمعیتای با اندازه کوچکتر تاثیر بیشتری داره، درسته. دو، باعث خارج شدن جمعیت از حالت تعادل میشه. بله یکی از اون 5 عاملی که جمعیت رو از حالت تعادل خارج میکرد رانش عللی بود. پس حالا حذف گزینه کردیم، گزینه 4 درسته. باعث یعنی نادرسته در اصل، باعث سازگاری علل‌های باقی مانده جمعیت با محیط میشن. نخه، باعث سازگاری نمیشود. سوال 161. در هر یاخته سپردیس انسان، همون تیروئید، در یه سلول یوکاریوت داره میگه دیگه، یه سلولیه که در بدن ما وجود داره، به منظور تغییر محصول نهایی قندکاف. محصول نهایی گلیکولیز چیه بچه ها؟ یادتونه؟ بگید ببینم همگی با هم، پیروات. محصول نهایی گلیکولیز، به منظور تغییر پیروات و ورودش به چرخه کربز، قبلش بعد اکسایش پیروات انجام میشد. یادتونه بچه ها؟ ابتدا لازمه تا این محصول ابتدا چه اتفاقی براش بیفته بچه ها؟ اول گزینه رو نگاه کنید، در میتوکندری CO2 تولید میشه. بله یک کربن از
پیروات جدا میشه به صورت کربن دی اکسید و پیروات به بنیان استیل تبدیل میشه. بنابراین گزینه درست همین گزینه یک هست. خب دو، در درون میتوکندری به کوانزیم آ متصل میشه، این بعدشه، در ماده زمینه سیتوپلازم NADH بسازه در میتوکندری قضیه و بحث اکسایش پیرواته، و در غشاء خارجی راکیزه ATP تولید نماید. نه که خیلی پرته کلن، ما اولا که در غشاء خارجی راکیزه ATP تولید نمی کنیم، در غشاء داخلیش ATP تولید می کنیم، بعدش هم اصلا در اصل در درون ATP تولید میشه در درون راکیزه و کلن هیچ ربطی به اون اکسایش پیروات ندارد. 162، کدام عبارت درباره گیاهان صحیح است؟ چقدر کلی گفته بچه ها. همیشه ما تو تستا خیلی جزئی بحث میکنیم، اصولا تو این کتابای تست و آزمون‌های آزمایشی حالا مؤسسات معروف در طول سال شما خیلی جزئی بحث میکنید، ولی وقتی میرسیم به کنکور میبینید ای سوالا چقدر کلیه، چقدر جامعه. کدام عبارت درباره گیاهان کلن صحیحه؟ یه لحظه بچه ها، ما اینو یکم کوچیکش کنیم. آها، خب زخامت دیواره در یاخته های آوند لاندار یک نواخته. بچه ها زخامت دیواره اینجا یک نواخت نیست، در جایی که لان وجود داره زخامت دیواره کمتره، اینو خودتون میدونید. خب دو، در دیواره عرضی یاخته های آوند مارپیچی. بچه ها اینو خدمتون بگم که این عبارت های مارپیچی نردبان اینا برای کتاب های دهم قدیمی تر بود، اوکی، و این کنکور 98 طبیعتاً برای از کتاب دهم 95 طراحی شده و این عبارات تو اون کتاب بود. حالا به هر حال آوندای مارپیچی و نردبانی و حلقوی، بچه‌ها اینا همشون آوندهای چوبی ان. خب در دیواره عرضی یه سری آوند چوبی صفحه آبکشی داریم ما؟ نه خیر، صفحه آبکشی برای آوند آبکشیه. میان یاخته یاخته های آوند حلقوی از بین رفته. بله بچه ها، سیتوپلاست در آوند های چوبی کلن از بین رفته، اصلا کلن پروتوپلاست از بین رفته، یعنی آوند های چوبی آوند های سلول های مرده ای هستن. گزینه سه جواب صحیح است. یاخته های آوند نردبانی در جابجا نمودن شیره پرورده نقش اصلی. آقا شیره پرورده رو آوند آبکش جابجا میکنه، پس گزینه 4 هم اشتباه است. 163، کدام عبارت درباره بخشی از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد درسته؟ کی در ترشح بزاق و اشک نقش داره؟ پل مغزی، درسته. اول از تو ساقه مغز از بالا مغز میانی، وسط پل مغزی، پایین بسلان نخا. خب پس بنابراین پل مغزی در مجاورت بسلان نخاست. پس بنابراین در مجاورت مرکز انعکاس های عدسه و سرفه. مرکز انعکاس های عدسه و سرفه چیه بچه ها؟ بصل و نخا، درسته؟ بله، برای گزینه 3 صحیحه. یک، دارای شبکه مویرگی ترشح کننده مایه مغزی نخاییه. آقا اون شبکه مویرگی برای بطنای مغزیه که تو فعالیتشون، فعالیت تشریح مغز گوسفند شما خوندین. یکی از اجزای سامانیه کناره‌ایه، یکی از اجزای لیمبیکه، پل مغز، خیر، پل مغز ربطی به لیمبیک، یکی از اجزای لیمبیک نیست، و حاوی برجستگی‌های چهارگانه مغزیه. خیلی ساده، برجستگی‌های چهارگانه مربوط به مغز میانیه بچه‌ها، میانی. بنابراین این میشه گزینه 3. 164، چند مورد میتواند از پیامدها، یعنی همون نتایج وقوع جهش در دی ان ای باکتری ایکولای یا اشرشیا کولای باشد؟ بچه‌ها چند تا میتونه باشه؟ تغییر در جایگاه فعالیت، تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کننده لاکتوز، یا آنزیمی هست تجزیه میکنه لاکتوزو، ممکنه ژنش تغییری بکنه، این جهش ایجاد بشه که جایگاه فعالش تغییر کنه. بله این درسته. بله. ب، عدم اتصال مهار کننده به بخشی از ژن. آقا بله، ممکنه که مهار کننده اگر ژنش دچار تغییر بشه، چون مهار کننده پروتئینه، تغییر کنه، ولی مگر مهار کننده به ژن متصل میشه بچه ها؟ طبق کتابتون، تاکید میکنم صرفا طبق کتاب درسی شما،
بخش تنظیمی که مهار کننده بهش متصل میشه، یعنی اون بخش اپراتور، اون بخش جزء ژن محسوب نمیشود. بنابراین گزینه ب غلطه. جیم، عدم اتصال لاکتوز به نوعی پروتئین. بله، ممکنه لاکتوز به نوعی پروتئین متصل نشود وقتی جهشی اتفاق بیفتد. اون نوعی پروتئین مثلا یه جوری تغییر کنه که لاکتوز بهش دیگه تو جایگاهش متصل نشه. پس این درسته. افزایش فعالیت رناباسپاراز، بله ممکنه فعالیت رناباسپاراز تو رونویسی مثلا با تغییر به صورت جهش افزایش پیدا کنه. پس بنابراین اینم گزینه صحیحی هستش. 164 میشه 3 مورد صحیحه. بله این درست. 165، کدام عبارت در ارتباط با ساختار انسولین درسته؟ بچه ها انسولین، این به نظر من این شکل سیستم انسولین رو حتما و حتما برای خودتون بکشید. کار خاصی نیست بچه ها، نگاه کنید. این مثلا زنجیره A درسته، اینم به طور مثال زنجیره B. آخه ما دو نوع انسولین داریم، انسولین فعال و پیش انسولین. این A و اینم B. اوکی، A آمین نداره تو پیش انسولین ها. بگی اینجا می نویسیم پیش انسولین اول که شما قاطی نکنین، پیش انسولین یا انسولین غیر فعال. خب اینجا یه زنجیره سی هم داریم که البته میدونیم که کلن اینا پیش انسولین کلن یه زنجیره پلی‌پپتیدی هست و خب اینجا برای آمین اجازه بدیم ما اینجا اینو سیاهش کنیم که اوکی بشه. آها، اینجا میکشیم گروه کربوکسیل COOH و اینور میکشیم H2N. درست شد؟ خب و انسولین اینا هم که این دوتا پیوندی هستش که بین A و B هست. خب حالا انسولین فعال دیگه اون زنجیره C رو نداره. اوکی؟ اون زنجیره C رو نداره، اینم B و این دوتا تمام. اینم که COOH H2N، اینم باز مثلا COOH، اینم H2N. خب آمین. دقت کنید بچه‌ها، این انسولین غیر فعال، اینم فعال. حالا بخشی از زنجیره سی در ساختار انسولین فعال به کار رفته. آقا فعال سی نداره. پیوند شیمیایی بین دو زنجیره A و B فقط در پیش انسولینه؟ نه خیر، در انسولین فعالم هست. زنجیره B نسبت به A به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیکتره. بله بچه‌ها، انتهای آمینی B، دقیقاً انتهای آمینی به B نزدیکتره. پس گزینه 3 درسته. 4، در انسولین فعال بخشی از زنجیره A و B پیش انسولین حذف شده. نه خیر، در انسولین فعال فقط زنجیره C حذف میشه. خیلی ساده با این که شکل رو، بچه ها این شکل رو خیلی خوب به ذهنتون بسپارید. اگر نمیتونید که حفظ کن، اگر نمیتونید که بکشید سر جلسه کنکور، فکر میکنید که ممکنه یادتون بره، حتما حتما حالا چند وقت قبل از کنکور، مثلا یه هفته چند روز قبل از کنکور، یکی از شکلهای مهمی که باید مرور کنید مجدد برای بار صدم همین شکل انسولین فعال و غیر فعال هست. خب 166، سامانه گردشی مضاعف برای نخستین بار در گروهی از جانوران شکل گرفت. نخستین بار سامانه گردشی مضاعف. خب کیا داره میگه؟ کدوم ها؟ دوزیستان. بچه برای اولین بار دوزیستان توشون سامانه گردشی مضاعف شکل گرفت. دیگه ماهی ها که گردش خونشون ساده است. کدام گروه ویژگی درباره این گروه جانوران؟ آخ آخ، بازم میگه نادرسته. خب یک، از یک شروع کنیم دیگه. بعضی وقتا شاید دوست داشته باشین از 4 شروع کنین، ولی به نظر من از یک شروع کنین. بعضی از گزینه‌ها خیلی طولانیان. اون تستایی که خیلی خیلی طولانیان بد نیست که یه وقتی از 4 شروع کنین بچه. اما به صورت استاندارد اصولا برای توضیح تست از یک شروع می‌کنیم. هوا به وسیله مکش حاصل از فشار منفی. اه مگه قورباغه فشار مثبت نبود؟ مگه هوا رو قورت نمیداد؟ مگه هول نمیداد هوا رو؟ چرا؟ پس همین نادرسته. قورباغه هم جز دوزیستانه دیگه.
خب این بقیه لارو آنها دارای آبشوش‌های خارجی بیرون زده از سطح بدن. بله این درسته. در شرایطی بازجذب آب از مثانه آنها به خون افزایش می‌یابد. بله در شرایط مثلا کم آبی که شما تو فصل 5 دهم خوندید. بیشتر تبادلات گازی آنها از طریق پوست انجام میشه. بله این هم درسته. گفتیم دوزیستان بیشتر تنفسشون از طریق پوست بدنشون انجام میدهند. بریم بچه ها 167. چند مورد در ارتباط با کلیه های یک فرد سالم صحیحه؟ دوستان سوالات فیزیولوژی، سوالایی که تو عمل کرد میپرسن طراحی کنکور، مثلا فلان هورمون ترشح میشه عمل کردش چیه؟ خب این خیلی ساده است، ولی میگه یه هورمونی، یه مادهی، یه آنزیمی، یه اختلالی، شما چندین و چندین و چندین بار باید کتاب درسی رو، یعنی متن کتاب درسی رو مطالعه کرده باشید، اوکی، تا زمانی که انقدر به تسلطی برسید که بدونید وقتی داریم مثلا راجع به یه هورمونی صحبت میکنیم که به طور مثال سدیم رو بازجذب میکنه و مثلا میاد فشار خون رو میبره بالا، این چی میشه؟ این هورمونی به نام آلوسترون هست، از قشر فوق کلیه ترشح میشه. یا مثلا یه هورمونی که مثلا از زیر مغزی پسین یا همون هیپوفیز پسین ترشح میشه که مثلا غلظت ادرار رو میبره بالا و در اصل میاد آب رو بازجذب میکنه، هورمون چیه؟ ADH یا هورمون ضد ادراری هست. اینا رو شما باید بچه ها انقدر تمرین کرده باشید که سر جلسه کنکور کاملا براتون روشن و واضح باشه. چند مورد در ارتباط با کلیه های یه فرد سالم صحیحه؟ کلیه سالم در پی حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته میشه. کیو داره میگه؟ مثلا هورمون ضد ادراری، درسته؟ به طور مثال هورمون ضد ادراری. بچه ها تو هورمون، تو سیستم هورمون ضد ادراری باعث میشه که چی؟ بازجذب آب افزایش پیدا کنه، درسته؟ و ادرار غلیظ‌تر بشه، یعنی از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته بشه. پس این میتونه درست باشه. گفته چند مورد درسته. ب سرخرگ آوران در اطراف بخش‌های مختلف گردیزه یا نفرون منشعب میشه. خیر بچه‌ها آوران منشعب، آوران فقط صرفا میاد گلومرول یا کلافک رو درست میکنه، وابرانه که میاد میره توی بخش‌های مختلف نفرون، حالا بعد از کپسول بومن میاد منشعب میشه. پس این غلطه. جیم نوعی ترشح درون ریز یعنی هورمون دیگه، هر وقت میگه نوعی ترشح درون ریز یعنی هورمون، یعنی شما باید اون هورمون های کتاب درسی رو تو ذهنتون داشته باشید. به طور حتم بر دومین مرحله ساخت ادرار تاثیرگذار است. آقا دومین مرحله ساخت ادرار رو باید بدونیم، بازجذب و اون هورمون هم میتونه آلوسترون باشه، تاثیرگذار دیگه. بچه‌ها آلوسترون میاد بازجذب سدیم از لوله‌های ادراری افزایش میده، آب هم همراهش میاد و در اصل میاد، در اصل چیکار میکنه بچه‌ها؟ سدیم خون رو بالا میبره و بر دومین مرحله ساخت ادرار تاثیرگذاره. پس گزینه صحیحی هست. به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه فرایند بازجذب آغاز میشود. نه آقا جان، اولین بخش گردیزه یا نفرون چیه؟ کپسول بومنه. تو کپسول بومن ما تراوش داریم. بازجذب برای کجاست؟ برای لوله های پیچ خورده است. یادتونه؟ چه ساده. پس اینم غلطه. پس چند گزینه درسته دوستان؟ دو گزینه صحیح هست. خب دوستان گرامی بریم سراغ سوال 168. کدام عبارت در مورد ساقه یک گیاه علفی دولپه‌ای؟ دقت کنید دوستان، ساقه یک گیاه علفی دولپه‌ای تو فعالیت
کتاب دهم یه فعالیتی دارید که برش ساقه و ریشه گیاهان تک لپه دو لپه هست که خیلی خیلی احتمالش قویه که کلن تو کنکور ازش تست مطرح بشه. شما باید اون برش ها رو بهش دقت داشته باشین. ساقه یک علفی دو لپه ای، اولا که ساقه ها کلن دستجات آوندی دارن، ریشه ها استوانه آوندی دارن و یک گیاه دولپه ساقش بچه ها اون دسته های آوندی یادتون باشه به صورت یک دایره روی یک دایره قرار دارن. خب ببینیم کدوم مورد درسته. مرز بین پوست و استوانه آوندی غیر مشخصه، اصلا کلن استوانه آوندی نداره ساقه بچه ها. اسم استوانه آوندی مربوط به ریشه است. دو، دسته های آوندی بر روی دوایر متحد المرکز یک دایره بچه ها، تازه متحد المرکز هم وجود نداره. تعداد دسته های آوندی در خارج بیشتر از سمت داخل، گفتیم فقط یک در اصل روی یک دایره است دسته های آوندیش. و مغز، بله بچه ها گزینه درست، مغز که بخشی از سامانه بافت زمینه‌ای به وضوح اون وسط در ساقه دولپه دیده می شود، که مثلا اگه یادتون باشه ریشه گیاه دولپه مغز نداشت، بی مغز بود. خب 169، به طور معمول در گوش انسان با ارتعاش دریچه بیزی ابتدا کدام اتفاق رخ می داد؟ بچه ها یادتون میاد دریچه بیزی چسبیده بهش چی بود؟ استخوان رکابی. استخوان رکابی چسبیده به دریچه بیزی، وقتی رکابی می لرزه دریچه بیزی میلرزه و مایع درون حلزونی گوش به لرزش در میاد. خب یک، استخوان چکشی شروع به لرزش میکنه. نه خیلی، استخوان چکشی لرزش کرده قبلا. مایع درون بخش حلزونی به لرزش در میاد. بله بچه ها، دریچه بیزی که حرکت میکنه مایع درون بخش حلزونی میلرزه. بعدش چی میشه بچه ها؟ بعدش 4، مژک های یاخته های درون بخش دهلیزی، نخیر بخش حلزونی البته، خم میشن. و بعدش چی میشه؟ کانال های یونی قشاع اون، حالا اون سلول هایی که گیرنده هستن درسته، اونها تحریک میشن. بعد اون تحریک رو میرسونن به دندریت سلول های عصبی و اون سلول های عصبی پیام که بهشون رسید کانال های یونی باز میشه و پیام بهشون میرسه. بعد از اون ور پیام رو هدایت میکنن به سمت دستگاه عصبی مرکزی. پس در نتیجه گزینه دوم. 170، کدام عبارت در ارتباط با شبکه های یاخته های عصبی دستگاه عصبی روده ای لوله گوارش انسان درسته؟ بچه یادتون میاد تو تنظیم دستگاه گوارش ما یه شبکه عصبی روده ای همون الان به نوعی کتاب دهم قید کرده دستگاه عصبی روده ای. خب فقط در لایه ماهیچه‌ایه؟ نه بچه ها، اگه یادتون باشه در لایه زیر مخاط هم هست. زیر مخاط فقط میزان ترشح رو تنظیم میکنه؟ نه خیر، ترشح و حرکات لوله گوارش. میتونه مستقل از دستگاه عصبی خود مختار فعالیت کنه؟ بله، شبکه عصبی روده ای میتونه مستقل از دستگاه عصبی خود مختار فعالیت کنه. اما 4، به ندرت تحت تاثیر دستگاه عصبی خود مختاره. نه خیلی، به ندرت نیست، طبیعتا تحت تاثیر دستگاه عصبی خود مختار به صورت منظم حالا و متناوب قرار میگیرد. خب 171، در انسان به منظور ورود مولکول های گلوکوز به یاخته های پوششی پرز روده چند مورد زیر ضروریه؟ بچه ها ورود گلوکوز به یاخته پوششی پرز تحت تاثیر سیستم چی بود؟ سیستم هم انتقالی همراه با سدیم. گلوکوز و بیشتر آمینو اسیدها هم انتقالی داشتن. دهم 97. اوکی، خب کدوم بچه ها ضروریه؟ الف، حضور مولکول های ویژه پروتئینی در غشاء یاخته. بله قطعا اون انتقال باید مولکول های ویژه پروتئینی داشته باشه. فعالیت پروتئین انتقال دهنده سدیم پتاسیم، بله پمپ سدیم پتاسیم باید فعالیت کنه که اون شیب سدیم رو ایجاد کنه. جیم، انرژی حاصل از شیب غلظت سدیم، بله انرژی حاصل از شیب غلظت سدیم لازمه که گلوکوز منتقل بشه. و دال، تشکیل کیسه های غشایی. بچا تشکیل وزیکول ها اینجا لازم
نیست. پس این گزینه اشتباهی هست. پس چند مورد کلا درسته؟ سه مورد ضروریه. 172 با قطع جوانه رأسی در ساقه یک گیاه جوان مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه های جانبی افزایش کیو میگه بچه ها؟ سیتوکینین. و مقدار نوع دیگری هورمون در این جوانه ها کاهش پیدا میکنه کیو داره میگه؟ اوکسین. در یک گیاه دارای جوانه رأسی ساقه نقش این دو هورمون به ترتیب کدامه؟ بچه ها نقش سیتوکینین و اوکسین. سیتوکینین ریزش برگ؟ نه خیر. سیتوکینین تأخیر در پیر شدن اندامهای هوایی؟ بله بله درسته. اکسین چی؟ رشد توری یاخته. گزینه صحیح. سیتوکینین تحریک تقسیم یاخته. بله. اکسین بستن روزنه های هوایی؟ نه این کار آبسیزیک اسیده. 4 سیتوکینین کاهش رشد گیاه؟ نه. و بنابراین گزینه صحیح گزینه دوم هست دوستان گرامی. خب دوستان گرامی سوال 173 در انسان همه یاخته هایی که در طی مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم به وجود اومدن خب و در رشد و نمو جنین فاقد نقشن کیو میگه بچه ها؟ گوچه های قطبی. اولین جسم قطبی یا گوچه قطبی و دومین جسم قطبی. خب بچه ها هم اولین جسم قطبی هم دومین جسم قطبی هر دوشون چی هن؟ هر دوشون N مساوی 23 هن یادتونه؟ منتها این یکی N مساوی 23 مضاعفه، این یکی N مساوی 23 تک کروماتیدیه. درسته؟ خب کجا به وجود میان بچه ها؟ اولین جسم قطبی در تخمدان به وجود میاد با تقسیم اووسیت اولیه به اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی، و دومین جسم قطبی در صورتی که لقاح فرایند شروع بشه اووسیت ثانویه که تقسیم شد، یعنی هستش تقسیم شد، دومین جسم قطبی و تخمک بعد بشه تخمک لقاح یافته. بنابراین ببینیم این دوتا خب از چه نظر به یکدیگر شباهت دارن و از چه نظر با یکدیگر تفاوت دارن. خب شباهتشون میگه کروموزوم همتا شباهت دارن، اصلا کلا هیچ کدومشون کروموزوم همتا ندارن. از نظر مقدار دی ان ای هسته با هم شباهت دارن. نه بچه ها این اولین جسم قطبی ام 23 هست ولی هر کروموزومش دو کروماتیدیه، ما به ازای هر یه دونه کروماتید در اصل یه دونه دی ان ایه. پس اولین جسم قطبی نسبت به دومین جسم قطبی دو برابر دی ان ای داره. پس دو هم غلطه. خب تعداد سانترومرهای موجود در هسته. بچه ها سانترومر به تعداد کروموزوم دیگه فرقی نمی کنه، چه تک کروماتیدی چه دو کروماتیدی. ما در اولین جسم قطبی 23 تا کروموزوم تک دو کروماتیدی داریم، در دومین جسم قطبی 23 تا کروموزوم تک کروماتیدی. پس کلا 23 تا سانترومر داریم در دوتاشون. و محل به وجود آمدن گفتم بهتون بچه ها، محل به وجود آمدن اولین جسم قطبی تو تخمدان، دومین جسم قطبی داخل رحم، تو اونجا لقاح صورت میگیره دیگه به صورت طبیعی. پس گزینه 3 جواب ما هست. تعداد سانتریول ها خب اینا شباهت. عدد کروموزومی، عدد کروموزومیشون بچه ها هر جفتشون 23 تفاوت ندارن، با هم شباهت دارن. سوال 173 گزینه 3 درسته. 174 اولین پروتئینی که ساختار شناسایی شد کدوم عبارت در موردش صحیحه؟ کدوم پروتئین رو میگه؟ میوگلوبین که رنگدانه ای هست که در اصل در کجا وجود داره بچه ها؟ در ماهیچه ها و اکسیژن بهش متصل میشه. خب در ساختار نهاییش هم ساختار سومه. در تشکیل ساختار نهایی که ساختار سومه فقط سه نوع پیوند دخالت داره بچه ها، آبگوریزه، هیدروژنیه، یونیه، کووالانسیه، میشه 4 تا. پس این غلطه. 2 با تغییر یه دونه آمینو اسید ساختار و عمل کردش میتونه به شدت تغییر یابد. بله امکانش هست که ما یه دونه آمینو اسید عوض کنیم یا ساختارش خیلی تغییر کنه.
هر یک از زنجیره های پلی‌پپتیدی فقط یه زنجیره پلی‌پپتیدی داره، با دارا بودن رنگ دانه های فراوان، اصلا خودش رنگ دانه است، توانایی ذخیره انواعی از گازهای تنفسی، نه خیر فقط اکسیژن. پس گزینه دو صحیحه. 175، کدام گزینه عبارت مقابل را به طور مناسب کامل میکنه؟ در فلان جانور ساختاری که به ذخیره غذا کمک میکند و به جانور امکان میدهد تا با دفعات کمتر تغذیه انرژی مورد نیاز خود را تامین کند، فلان. اوه چه طولانی ولی ساده. در ملخ اون ساختاره چیه بچه ها؟ در ملخ اون ساختار چیندانه. خب شکل ملخ یادتونه چیندان بالای قدد بزاقی ملخ هست، یعنی بالای جاییه که آمیلاز توش ترشح میشه. از گزینه صحیح همین یکه. تو گوسفند چی ذخیره میکنه بچه ها اون غذا رو؟ گوسفند نشخوار کننده است دیگه، معده‌اش چهار قسمتیه، کدوم قسمت معده‌اش خیلی بزرگه؟ سیرابی. سیرابی ذخیره میکنه ولی سیرابی آبگیری نمیکنه، آبگیری برای هزار لاست. غلط. تو کرم خاکی چی ذخیره کننده است؟ چیندان. چیندان که دندانه نداره. و در پرنده دانه خوار اونی که ذخیره غذا انجام میده، درسته، مواد غذایی رو ابتدا به بخش عقبی معده وارد میکنه، نه خیر بچه‌ها، نکته اینجاست که اون چیندان رو به خود معده وارد میکنه، بعد میره تو سنگدان. تازه اگه تو سنگدان هم حساب کنیم که به ذخیره غذا هم کمک میکنه، باز این جمله غلط هست. 176، به طور معمول با توجه به محل تشکیل اسپرم ها و مراحل اسپرمزایی در یک فرد بالغ، کدام عبارت درسته؟ محل تشکیل اسپرم ها در فرد بالغ، در مرد بالغ کجاست بچه ها؟ لولای اسپرم ساز. خب یک، سلول های اسپرماتوسید ثانویه همانند سلول های اسپرماتوگونی به یکدیگر متصلند. بله بچه ها، اگه تو شکل نگاه کنید میبینید این سلول ها همشون به هم متصلند، که توی کلاس ها دلیلش هم بهتون گفتم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها مراحل تقسیم و تمایزشون با هم انجام شه، واسه همین به هم همه متصل هستن و موادی بینشون جابجا میشه و سیگنال هایی بینشون جابجا میشه که اینها همگی هماهنگ با هم بتونن به تمایز برسن. یاخته های اسپرماتید همانند اسپرماتوگونی هسته فشرده ای دارن، نخه اسپرماتوگونی که دیگه هسته فشرده نداره، هسته فشرده میشه، در سر اسپرم قرار میگیره، این تمایز از اسپرماتید به اسپرم هست، بس غلطه. یاخته های اسپرم برخلاف اسپرماتید ابتدا توانایی حرکت و جابجا شدن رو ندارن دوستان. اسپرم ها بعدن توی اپیدیدیم توانایی حرکت رو پیدا میکنن و سلول های اسپرماتوسیت ثانویه برخلاف اولیه کروموزوم های تک کروماتیدی دارن. اسپرماتوسیت ثانویه درست انه بچه ها، ولی انه مضاعفه. یعنی چی؟ انه مضاعف یعنی کروموزوم هاش دو کروماتیدیه. از غلطه گزینه 4. همون گزینه 1 جواب خودمون هست، اونو دوستش داریم. 177، در انسان کدام مورد درباره لایه‌ای از ساختار بافتی دیواره نای که در تماس با لایه مخاطه؟ بچه کدوم لایه رو داره میگه؟ لایه زیر مخاط. خب کدوم صادق نیست ای بابا؟ حالا تعدادی قدرت ترشحی دارد؟ بله که داره. دارای رگ‌های خونی و اعصابه؟ بله که هست. به لایه قزروفی ماهیچه‌ای چسبیده؟ بله چسبیده. اما آیا زیر مخاط که بافت پیوندیه یاخته های استوانه‌ای مژک‌دار داره؟ خیر، استوانه‌ای مژک‌دار برای مخاطه که نوعی بافت پوششی هست بچه ها، داخلی ترین لایه دیواره نای. 177 گزینه 4 صادق نیست. 178، کدوم مورد درست نیست؟ در جنین انسان، بچه ها در جنین ها، آقا جنین دارم میگم ها، در جنین انسان همه یاخته های خونی از یاخته های بنیادی مغز و استخون به وجود میان؟ آقا در جنین کبد و تحال پس چی کارن؟ به اضافه کبد و تحال کمک میکنن به ساخت سلولای خونی. پس برو همین گزینه رو بزن،
نادرسته، بقیه درسته. در یک فرد بالغ پیچ خون میتونه توسط پروتئینی حاوی 4 رشته پلیپپتیدی تنظیم بشه. بله، مثلا هموگلوبین. 3. در یک فرد بالغ یاخته های بنیادی مغز و استخون میتونه منشأ انواع مختلف یاخته های خونی باشه. بله، فصل 4 سال 10. در جنین انسان یک نوع یاخته بنیادی میتواند در تولید قطعات یاخته ای بیرنگ و بدون هسته ای سهیم باشه. بله، یاخته بنیادی میلویدی میتونه در تولید پلاکت ها که قطعات یاخته ای بیرنگ و بدون هسته هستند بچه ها سهیم باشه. پس گزینه نادرست، یعنی همون گزینه مورد نظر ما، گزینه 1 هست. بریم 179. کدام گزینه عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ بله، اینجا دیگه بالاخره شد مناسب. در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی یعنی دی ان ای به قشای یاخت متصل فلان چیز وجود داره، یعنی چی؟ بچه ها دی ان ای در پروکاریوت ها به قشای یاخت متصل هست، در یوکاریوت ها به قشای یاخت متصل نیست. منظور همون دی ان ای هسته هست، عامل اصلی انتقال اطلاعات وراثتی. البته پروکاریوت ها هسته ندارن. حالا اونی که است، پس جلوی است می نویسیم پرو، جلوی نیست می نویسیم یو. است پرو، نیست یو. حالا یوکاریوت منظوره دیگه. خب اونی که متصله فقط پروتئین های هیستونی همراه با دنا دارن. آقا مگه شما راجع به هیستون و پروکاریوت مطلبی خوندی که مثلا پروکاریوت ها هیستون دارن؟ پس غلطه دیگه. اونی که نیست یعنی یو فقط یه جایگاه آغاز همانندسازی داره. نه بابا جون، برادر من، خواهر من، دختر گل، پسر گل، یه دونه جایگاه همان آغاز همانندسازی داشته باشیم که ما دیگه میلیون سال طول میکشه تا بخوایم کلا همانندسازی دی ان ای مون انجام بشه و این همه تقسیم چجوری با سرعت انجام میشه. در یوکاریوت ها جایگاه آغاز زیاده. اونی که نیست یعنی یوکاریوت دی ان ای خطی داره در دو انتهای هر یک از رشته های این عامل یعنی دی ان ای ترکیباتی متفاوت وجود داره. بله، یه انتها فسفات، یه انتها اوچه قنده دیگه، درسته؟ اون یکی رشته هم برعکسشه بچه ها. درست شد؟ پس بنابراین گزینه 3 جواب صحیح ماست. اونی که است یعنی در پروکاریوت ها در ساختار هر واحد تکرار شونده دنا یا دی ان ای، کدومو داره میگه؟ نوکلئوتید. واحد تکرار شونده دنا نوکلئوتید. تو خود نوکلئوتید ما پیوند فسفودیستر داریم؟ باهوش؟ نه، تو خودش پیوند کووالانسی داریم ولی فسفودیستر بین دوتا نوکلئوتید مجاور. پس چهارم اشتباه، همون گزینه سه خودمون. 180. سوال 180. کدام عبارت درباره نوعی یاخته خونی که هسته دو قسمتی روی هم افتاده و میان یاخته با دانه های تیره داره درسته؟ آقا میان یاخته با دانه های تیره روی هم افتاده چیه؟ بازوفیله. راجبه بازوفیل صحبت کنیم. بیایم راجع به بازوفیل صحبت کنیم. بازوفیل، خب نوعی گلبول سفیده، میتونه پس از شناسایی آنتیژن به سرعت تکثیر بشه. بچه بحث آنتیژن و شناسایی تو ایمنی اختصاصی بحث لنفوسیته. ما کاری به بازوفیل نداریم اینجا، پس این اشتباه. 2. میتواند پس از تغییر به نوعی درشخوار تبدیل بشه. نه خیر بچه، نه، مونوسیتا میان بیرون میشن درشخوار، بازوفیلا این اتفاق براشون نمیفته. در مواردی باعث میشود تا دستگاه ایمنی به مواد بی خطر واکنش نشون میده. بله، بازوفیلا بچه ها توی سیستم اون تحمل ایمنی هست و حساسیت نقش دارن، هیستامین ترشح میشه ازشون. پس گزینه درست گزینه 3. 4. در مواردی به کمک نوعی بسپار یا پلیمر خود مرگ برنامه‌ریزی شده را میندازه. درسته بچه ها؟ میتونه آیا مرگ برنامه ریزی شده راه بندازه؟ در بحث بازوفیل ما کاری به این بازوفیل تو بحث مرگ برنامه ریزی شده نداشتیم، پس گزینه 3 جواب صحیح ما هستش دوستان گرام.
خب بچه ها، سوال 181. با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه جنیس و هر جایگاه دو علل دارد و علل‌های بارز رنگ قرمز و علل‌های نهفته رنگ سفید را به وجود می‌آورند و فنوتیپ‌های دو آستانه طیف که قرمز و سفید هستند به ترتیب ژنوتیپ‌های A بزرگ A بزرگ B بزرگ B بزرگ C بزرگ C بزرگ و A کوچیک B کوچیک C کوچیک را دارند، بچه‌ها نگاه کنید تمام اینا توضیح واضحات خود کتابه. خب یعنی کلا تست وقت شما رو گرفت. خب اگر ما دوتا ذرت با ژنوتیپ هایی که الان دارید میبینید، یعنی آی بزرگ آی بزرگ بی بی کوچیک سی کوچیک و آی کوچیک بی بزرگ سی بزرگ به وجود میان، اون ذرت هایی که از آمیزش این دوتا ذرت به وجود میان از نظر رنگ به کدوم ذرت شباهت بیشتری دارن؟ بچه حواستون باشه هر چی که علل بارز بیشتر باشه پررنگ تره. یعنی چی؟ قضیه اینجاست که هر دو نوع ژنوتیپی که علل‌های بارزشون تعدادش یکی باشه رنگشون دقیقاً چیه؟ یکیه. خب بریم ببینیم قضیه چیه. الان از این دوتا آمیزش چه ذرتایی به وجود میان؟ یکی یکی صفاتو بررسی کنیم بچه ها. خب ژنال یکی یکی بررسی کنیم. آ بزرگ آ کوچیک، درسته؟ خب این ب بزرگ ب کوچیک و سه بزرگ سی کوچیک. چند تا بچه ها علل غالب این ذرت داره؟ یک دو و سه. بگردیم ببینیم کدوم یکی از گزینه ها سه تا علل غالب داره. این اولی، همین اولی سه تا علل غالب داره. دومی چند تا؟ یک دو سه چهار پنج تا. سومی چیه بچه ها؟ یک دو سه چهار تا. چهارمی یک دو سه چهار پنج تا. پس در نتیجه میگیریم که گزینه یک به ذرت ما، به ذرت عزیز ما شباهت بیشتر، اصلا عینشه، یعنی دقیقا همون رنگ ذرت مورد نظر ماست. 182. کدام مورد ویژگی مشترک همه جانداران است که بخش عمده فتوسنتز را انجام میدهند و در محیط های متفاوت آبی و خشکی زندگی میکنند؟ بچه ها کدوم ها رو داره میگه؟ داره باکتری ها رو میگه، خب، و پلاس آغازیان. خب باکتری ها پروکاریوتن، درسته؟ آغازیان یوکاریوتن. بنابراین یه گزینه ای بگیم که بین پروکاریوت ها و یوکاریوت ها مشترکه. آنزیم رنابسپاراز در طی بیش از 3 مرحله عمل رونویسی را به انجام میرساند. نخیر اون 3 مرحله داشت دیگه آنزیم رنابسپاراز. عواملی می توانند با عبور از غشاهای درون یاخته ای. بچه غشاهای درون یاخته ای مربوط به یوکاریوت هاست اصولا، مثلا اندامک هایی که غشا دارن یا حالا ساختارهای دیگری. رنابسپاراز می تونه به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدی ویژه شروع رونویسی رو شناسایی کنه. این در پروکاریوت ها مطرحه، یعنی رنابسپاراز تنهایی راه انداز شناسایی میکنه ولی تو یوکاریوت ها نمیتونه تنهایی شناسایی کنه. پس گزینه 4 درسته. پروتئین ها در هر دو موجود میتونن به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از ریبوزوم ها ساخته بشوند طبق کتابتون. 183. کدام مورد درباره هر نوع تار ماهیچه‌ای اسکلت بدن، تار ماهیچه‌ای اسکلتی بدن انسان صحیحه؟ ما دو نوع تار داریم، کند و تند. کدوم راجع به هر دوتاشون صحیحه؟ بیشتر انرژی خودشو به روش حوازی به دست میاره، این تنده. از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنین ایجاد شده. ای بچه این راجع به کلن ماهیچه اسکلتی سلولاش کتاب شما گفته، نگفته کند و تند. پس گزینه صحیح گزینه 2 هست. از بیشتر انرژی لازم برای انقباضش از کراتین فسفات به دست میاد، نخیر، از گلوکوز به دست میاد و مقدار زیادی میوگلوبین داره که اینم راجع به کند مطرح هست که رنگدانه زیادی داره، قرمز رنگه و انرژی خودش رو به کندی از دست میده، دیرتر خسته میشن کندها. 184. کدام گزینه عبارت مقابل را به طور مناسب کامل میکند؟ که خب این کلن حذف شده. 185. همه یاخته های تکلاد موجود در یک گیاه دو جنسی چه مشخصه ای دارن؟ بچه ها هرچی سلول هاپلوید هست و بیاییم بشماریم، کدوم ها رو داره میگه؟ بچه ها کلن گامتا. گامتا یعنی چی؟ اسپرم، درسته، اسپرم ها، تخمزا، اینا گامتان دیگه. خب حالا
کیسه رویانی، مثلا اون قلاسل دو هسته ای که حالا اگه یه سلول حسابش کنیم که هاپلوید نیست، بقیهشون همه هاپلویدن دیگه. مثلا دانه گرده نارس، اون سلول های دانه گرده رسیده، اون همشون هاپلویدن. خب آیا همه اینا پس از تشکیل به یکدیگر متصل باقی میمانن؟ نه خیر، همشون ممکنه بعضیشون از هم جدا بشن. دو، پس از تشکیل از نظر دیواره دستخوش تغییر میشن. این برای دانه گرده رسیده درسته، ولی برای بقیه درست نیست. در ابتدای تشکیل تقسیم رشتمان انجام میدن، مثلا اسپرم ها دیگه بعدن تقسیم میتوز انجام نمیدن. ولی چهار درسته بچه ها، در زمان تشکیل همشون توسط یاخته های دیپلویدی احاطه میشن، هم کیسه رویانی هم دانه های گرده نارس که داخل کیسه گرده هستن توسط یاخته های دیپلوید چی میشن؟ احاطه میشن. گزینه 486. در ارتباط با یوکاریوت ها کدام مورد نادرسته؟ درسته؟ خب بریم ببینیم کدوم مورد در ارتباط با یوکاریوت ها نادرسته. بچه آیا ریبوزوم ها میتونن رناهای در حال رونویسی رو ترجمه کنن؟ میتونن؟ اونایی که در حال رونویسی هن؟ بچه رونویسی تو هسته انجام میشه، ترجمه تو سیتوپلاسم انجام میشه توی یوکاریوت ها. پس همین گزینه است که جواب ماست و نادرسته. اما سه تا گزینه بعدی درسته. اولین آمینو اسید در انتهای آمینی پلی‌پپتید های تازه ساخته شده متیونینه. بله، در یک مولکول دی ان ای رشته ای مورد رونویسی برای دو ژن میتونه متفاوت باشه. بله، و رناهای پیک یعنی ام ار ان ای ها میتونن ممکنه در حین رونویسی یا پس از آن دستخوش تغییراتی بشن. بله، که همون قضیه پیرایش هست که شما خوندین. 187 چند مورد درسته؟ بریم راجع به میوه های حقیقی و کاذب و فضای تخم نان و این حرفا. خب در همه میوه های حقیقی میوه از رشد تخمدان حاصل شده. بله، مثلا تعریف میوه حقیقی همینه. در همه کاذب ها میوه های کاذب میوه از رشد نهنج به وجود اومده. نه، اون تو سیبه، ممکنه یه میوهی باشه که از یه جای دیگه گل غیر تخمدان و غیر نهنج به وجود اومده باشه. پس به غلطه. جیم بعضی میوه های بدون دانه از لقاح یاخته تخمزا و زامه به وجود اومدن. بچه ها یعنی دانه هست ولی نارسه، درسته؟ مثل موز بدون دانه. پس بله درسته. در بعضی میوه های دانه دار فضای تختان با دیواره برچه ها به طور کامل تقسیم شده. بله، تو بعضی میوه ها به این صورت هست. پس در نتیجه فقط گزینه به غلطه و سه گزینه درسته. اینم سوال 187. آقا 188 ژنتیک گل میمونی، با قرار گرفتن دانه ژنتیک گیاهی ساده، با قرار گرفتن دانه گرده گل میمونی سفید. آقا این گل میمونی سفید که WW دانه گرده یعنی نر، برای کلاله گل میمونی صورتی ماده RW ماده، خب کدوم فنوتیپ برای رویان؟ به این بچه رویان و فنوتیپش رو خواسته، یعنی رنگش رو خواسته و ژنوتیپ اندوسپرمو یا درون دانه رو خواسته. خب بیایم ببین اسپرم درست کنیم. آقا از این نره اسپرما همه W هن، WW دیگه، هرچی اسپرمه چیه؟ W. خب اما اینی که RW ماده است یا کیسه رویانیش همه R یا همه W هن. چرا اینو دارم میگم؟ به این خاطر که یکی از سلول های بافت خورش میوز میکنه، 4 تا سلول درست میکنه، 3 تاش از بین میرن، یه دونش میمونه. حالا فکر کنیم مثلا یکی از سلول های بافت خورشه بچه میوز کرده، خب مثلا الان این RW میوز کرده، خب میوز میکنه دو تا R میده دو تا W دیگه. حالا یا این سه تا از بین میرن R میمونه یا این سه تا از بین میرن W میمونه. حالا فکر کنیم مثلا R بمونه، درسته؟ خب اسپرم میاد، درست شد؟ الان نگاه کنید بچه ها، اسپرم A، اسپرم W، فکر کنیم R باقی مونده، W میاد با R که تخمزاست لقاح میکنه، یک لقاح میشه RW رویان، و با RR که دو هسته ای هست لقاح میکنه اندوسپرم میشه RRW. حالا اگه W خب که اسپرمه با یک W لقاح با تخمزا لقاح کنه میشه WW، این رویان، و
اندوسپرمش هم میشه دبلیو دبلیو دبلیو، چون دو هسته یه چیه؟ دبلیو دبلیو دیگه. خب چی شد قضیه؟ حالا اگه رویان ما، دقت کنیم بچه ها اینجا، اگه رویان ما صورتی باشه، این رویان صورتی، این رویان سفید، اگه رویان صورتی باشه اندوسپرم آر آر دبلیوه. این بچه ها تو گزینه یک رویان صورتی ولی اندوسپرم دبلیو دبلیو آر غلطه، گزینه دو رویان صورتی درسته ولی اندوسپرم چیه؟ آر آر آر، اینم غلطه. گزینه سه رویان سفید، ولی اگه رویان سفید باشه اندوسپرم باید چی باشه؟ دبلیو دبلیو دبلیو، درسته که این رویانش، این اندوسپرمش دبلیو آر آره. پس گزینه صحیح اینه، اگر رویان دبلیو دبلیو یعنی سفید باشه، قاعدتا باید اندوسپرم دبلیو دبلیو و دبلیو باشه. این از سوال ژنتیک گیاهی 98. خب کدام عبارت در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیحه؟ همه سلول‌های دندریتی همواره در درون خون فعالیت می‌کنن؟ نه بچه‌ها، در جاهایی که مرتبط با بیرون بدنه، مثلا پوست، می‌تونم تو اپیدرم باشن. پس بنابراین گزینه غلطه. همه سلول‌های سرطانی توسط سومین خط دفاعی یعنی دفاع اختصاصی از بین میرن؟ نه، سلول‌های سرطانی می‌تونن توسط یاخت‌های کشنده طبیعی هم از بین برن که خط دومه. همه عوامل بیماری‌زا با بیگانه خاری از بین میرن؟ نه، مثلا یه انگلی اگه خیلی بزرگ باشه ائوزینوفیل ها مواد فعالی میریزن روشون، انگله از بین میره. پس اینجا بیگانه خاری در درجه اول نقشی نداره. اما همه سلول های قادر به ترشح اینترفرون دو یعنی کشنده طبیعی و لنفوسیت تی، اینا میتونن بچه ها از خون خارج بشن. چرا؟ چون همشون چیان؟ کشنده طبیعی به اضافه لنفوسیت تی. همشون مگه لنفوسیت نیستن؟ مگه لنفوسیت ها همه گلوبول سفید نیستن؟ مگه نگفتیم گلوبول های سفید همشون خاصیت دیاپدز دارن یا تراگذری، میتونن از مویرگ بیان بیرون؟ پس در نتیجه گزینه 4 درسته. خب بریم سراغ سوال 190. کدام گزینه عبارت مقابل را به طور مناسب کامل میکند؟ در صورت حضور قند مالتوز، حضور بچه ها در محیط باکتری ایکولای و به دنبال اتصال فعال کننده یعنی پروتئینه به فلان، ببین چه اتفاقی میفته. خب بحث قند مالتوز و محیط باکتری ایکولای تنظیم مثبت رونویسی بود بچه ها، تنظیم بین ژن مثبت بود و در پروکاریوت هایی که مثالش ایکولای بود. خب آیا گزینه یک، آیا ما در پروکاریوت ها عوامل رونویسی داریم؟ نه. آیا گزینه دو، آیا ما در تنظیم مثبت مهار کننده داشتیم؟ نه. آیا ما ژن مربوط به سنتز مالتوز داریم بچه ها؟ نه، چون مالتوز یه قنده. ما میدونیم که ما برای قندا و چربی ها ژن روی دی ان ای نداریم، ما فقط برای تولید پلیپپتید اطلاعات روی دی ان ای داریم و تولید آر ان ای. بنابراین گزینه 3 هم غلطه. گزینه 4 خیلی ساده، توالی خاصی از دنا اگه به فعال کننده بهش متصل بشه به جایگاه اتصال فعال کننده، اولین نوکلئوتید مناسب برای رونویسی توسط آر ان ای پلیمراز مورد شناسایی قرار میگیره. آقا بریم سوال 191. سوال 191، در گیاهانی که روزنه ها به طور معمول به هنگام شب باز میشن، کدوم ها رو داره میگه بچه ها؟ داره گیاهان کم رو میگه. خب همانند یا برخلاف گیاهان 34، بچه ها یادتونه کم کلن در یک سلول این اعمال فتوسنتزش انجام میشد در یک سلول، و در گیاهان 34 در جدایی مکانی داشتن، در گیاهان کم جدایی زمانی وجود داشت. درسته گیاهان کم خیلی خیلی جاهای خشک و بی آب و علفی زندگی میکنن که شرایطشون خیلی سخته، اما همانند گیاه 34 گیاه کم واکنش های چرخه کالوینشون رو که دیگه تو روز انجام میدن. درسته تثبیت اولیاشو گیاه کم در شب انجام میده، ولی مثل 34 کالوینش رو در روز انجام میده. پس این درسته. برخلاف 34 دو مرحله تثبیت داره در هنگام شب. خب بس شب که اصلا راجب 34 مطرح نیست، پس گزینه درستی نیست، ولی دو مرحله کلن
تثبیت دارن که البته اونجا جدایی مکانی داریم. برخلاف C4 تثبیت کربن جو در ترکیبی 3 کربنی انجام میشه، نه مثل C4 در ترکیبی 4 کربنی در مرحله اول. همانند C4 دو مرحله تثبیت کربن در یک نوع یاخته داره، C4 در دو نوع یاخته داشت. پس گزینه یک جواب صحیح ماست. سوال 193، کدام مورد درباره دو نوع گروه مهم باکتری همزیست با گیاهان صادقه؟ کدوم رو میگه بچه ها؟ داره سیانوباکتر رو میگه و ریزوبیوم رو میگه. خب آیا همشون در بخش‌های زیرزمینی گیاه مستقر میشن؟ گزینه یک، نه سیانوباکترها در کجا مستقر میشن بچه ها؟ در دنبرگ و ساقه گیاه مثلا گونرا، که بنابراین در بخش‌های زیرزمینی نیست، پس این غلطه. دو، در شکل مولکولی نیتروژن جو تغییر ایجاد میکنن؟ بله، جفتیشون هم بچه ها تثبیت نیتروژن رو انجام میدن، پس این گزینه صحیحیه. واکنش های مربوط به تثبیت کربن رو انجام میدن، نه الزامن همشون اینجوری نیستن. مثلا سیانوباکترها که فتوسنتز میکنن تثبیت کربن رو انجام میدن. همه مواد عالی مورد نیاز خودشون از گیاهان به دست میارن؟ نه، خود سیانوباکتر میتونه فتوسنتز کنه و نیاز به مواد عالی گیاهی همه مواد عالی رو نداره. پس سوال 193 گزینه 2. سوال 195، کدام عبارت درباره هر سامانه تبدیل انرژی موجود در غشای یک تیلاکوئید گیاه آفتابگردان صحیحه؟ بچه فوتوسیستما، هر فوتوسیستم در هر آنتن گیرنده نور آن رنگیزه های متفاوتی به همراه انواعی از پروتئین وجود داره. بله درسته. آیا حرف یه دونه فوتوسیستم دو تا مرکز واکنش داره؟ نه بچه ها، هر فوتوسیستم یه مرکز واکنش داره دیگه. آیا هر فوتوسیستم همواره به ترکیبی الکترون میده که با دو لایه فسفولیپیدی غشای تیلاکوئید در تماسه؟ بچه ها دقت کنین، اون زنجیره انتقال الکترون دوم، خب اون با فقط لایه بالایی، یعنی فقط با یک لایه فسفولیپیدی در تماس بود. و آیا هر فوتوسیستم یه آنتن داره؟ نه بچه ها، دو تا آنتن گیرنده نور داره، پس گزینه یک جواب صحیح ماست. برای سوال 196، برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پرورده گیاه میتونیم از نوعی جاندار استفاده کنیم. کیه؟ شته. کیه؟ حشره. درباره این جاندار کدوم مورد صادقه؟ مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده، نه مجزا. در حشرات همولنف از طریق منافذ دریچه دار به قلب برمیگرده. بله، همولنف دارن، قلبشون منافذ دریچه دار داره. در حشرات دهانه قیف مژکدار داشتن تو سامانه دفعشون. بچه ها نه، اون برای کرم خاکی و نرمتنان بود که متانفریدی دارن، پس سه هم غلط. در حشرات تنفسشون برجستگی های کوچک و پراکنده پوستیه. نه بچه ها، حشرات تنفسشون از طریق نایدیس ها صورت میگیره، اون پراکنده پوستی آبشوش ها برای ستاره دریایی بود. سوال 196 گزینه 2 درسته. 197، چند مورد عبارت مقابل رو به درستی کامل میکنه؟ در انسان انجام فلان حرکات بدن، حرکات عضلات بدن متأثر از کدوم بخش دستگاه عصبیه؟ محیطیه. بچه دستگاه عصبی محیطی بخش خودمختار و پیکری داشت و این بخش در تنظیم ترشح غدد فاقد نقشه، درسته؟ خب اونی که در تنظیم ترشح غدد کلن فاقد نقشه بحث پیکریه دیگه، درسته؟ یه بخش از دستگاه عصبی محیطی که در تنظیم ترشح غدد فاقد نقشه، اوکی؟ بخش پیکریه، چون خودمختار دارای نقشه. خب پیکری ها الف و دال، درست شد؟ همه حرکات ارادی عضلات بدن تحت تاثیر پیکریه. بله درست. دال چی بچه ها؟
فقط بعضی از حرکات غیر ارادی عضلات بدن تحت تاثیر پیکریه. بله توی انعکاس. پس دال هم درسته. پس دو مورد درسته. خب 198 کدام گزینه عبارت 198 کدام گزینه عبارت مقابل را به طور مناسب کامل میکنه؟ در انسان به منظور انجام هر نوع عمل دم یا بازدم. بچه ما دو نوع دم داریم، دو نوع بازدم دیگه، دم عادی، دم عمیق، بازدم عادی، بازدم عمیق. خیلی ساده. حالا بچه ها هر نوع عملی، حالا چه عمل دم عمیق باشه، چه دم عادی، دم ساده، دم خاشخاشی نه، دم ساده یا هم عادی، دیافراگم بالاخره باید از حالت گنبدی خارج بشه دیگه، درسته؟ پس گزینه چی درسته؟ سه درسته. هر نوع عمل دم بچه ها عضلات گردن توش نقش داره؟ نه. دو، هر نوع عمل بازدم، اصلا بازدم عادی اصولا با عمل غیر ارادیه، غیر فعاله در اصل، اینجوری بگیم. بنابراین بین دنده داخلی در بازدم عادی مثلا نقشی نداره و در بازدم، هر نوع بازدمی عضلات شکمی نقش دارن؟ نه خیر، بازدم عادی که کاری به عضلات شکمی نداره. پس بنابراین گزینه 3 درسته. کدام سوال 199 کدام عبارت در ارتباط با رفتار دگرخواهی نادرسته بچه ها؟ رفتار دگرخواهی یادتونه بچه ها؟ اون قضیه رفتار در اصل دگرخواهی، آلتروئیزم، ایثارگری یه جورایی، حالا به نوعی اسمشو میذارن رفتارشناسا. خب آیا رفتار دگرخواهی، بچه نادرست رو دقت کنین، آیا رفتار دگرخواهی فقط به نفع سایر افراد، یعنی به نفع خود اون فرد نیست؟ چرا؟ یادتونه تو کبوتر ها، توی پرنده هایی مثلا یه سری یاریگرهایی بودن که می اومدن مثلا به پرنده نر و ماده که والدین بودن کمک میکنن بچه هاشون رو نگه دارن که یاد بگیرن، یا بعضی وقتا اینا که از اون لونه رفتن لونه رو تصاحب کنن. پس فقط به نفع سایر افراد گروه نیست، گزینه یک نادرسته و مناسبه. ممکنه مربوط به افرادی باشه که نازا هستن، بله، مثلا مورچه های کارگر به طور مثال، یا زنبورای کارگر. میتونه بین افرادی رخ بده که خویشاوندن، بله، به طور حتم بر اساس انتخاب طبیعی مثل هر رفتاری برگزیده شده است. سوال شماره 200 در یک خانواده مادر گروه خونی AB داره و علاوه بر داشتن پروتئین D، یعنی گروه خونیش مثبته، در قشای گلوبولای قرمزش میتونه عامل انعقادی شماره 8 هم بسازه. یعنی این چیه بچه ها؟ هموفیل نیست، یعنی سالمه، یعنی XH بزرگ XH بزرگه یا XH بزرگ XH کوچیکه؟ به هر حال میتونه عامل انعقادی شماره 8 رو بسازه. خب در اون خانواده پدر گروه خونی B داره، درست، و پروتئین D رو داره، مثبته، و فاقد عامل انعقادی شماره 8، یعنی XH کوچیک Y هست ژنوتیپش. اگر دخترشون فاقد عامل انعقادی شماره 8 باشه، پس مادر اینه. چرا؟ چون دختر باید برای اینکه هموفیل باشه دو تا علل مغلوب رو از هم پدر هم از مادرش بگیره. پدر که بیماره، مادر هم قطعا ناقله، و فاقد پروتئین دی باشه، پس بنابراین مادر دی بزرگ دی کوچیکه، پدر هم دی بزرگ دی کوچیکه، و بتواند فقط کربوهیدرات A گروه خونی رو بسازه. پس در نتیجه پدر گروه خونیش به اوه. درست شد بچه ها؟ حالا البته بله درسته، میتونه که فقط کربوهیدرات A رو بسازه، بله درسته، ایشون گروه خونیش قطعا BO هست پدر. خب در این صورت تولد کدام فرزند غیر ممکنه؟ بچه‌ها اصلا خیلی خودتون اذیت نکنین. خب وقتی مادر، از گزینه 4 شروع کنیم، وقتی مادر AB هست، یعنی دوتا علل A و B رو داره، آیا میتونه کلن فرزندی بده که فاقد هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی باشه، یعنی او باشه گروه خونیش؟ نه. وقتی قراره که، وقتی یه فرزندی بچه گروه خونیش او میشه، که میدونید فنوتیپ ژنوتیپش یکیه، یعنی فرزندی که گروه خونیش اوه، حتما ژنوتیپش هم او اوه.
خب این فرزند قطعاً چیه بچه ها؟ قطعاً یه پدر و مادری داره که بالاخره هر کدومشون یه دونه علل او رو بهش رسوندن. خب مادر که علل او نداره، مادر آبه و آبه هست و پدر چیه؟ به حال درست پدر علل او داره ولی مادر که نداره. پس بنابراین گزینه 4 جواب صحیحه، یعنی این خانواده نمیتونه دختری داشته باشه که گروه خونیش او باشه، ولی هم گزینه 1 و هم 2 و هم 3 رو میتونن داشته باشن. میتونن یه پسر داشته باشن، یه نوع کربوهیدرات گروه خونی داشته باشه، بله مثلا پسر باشه مثلا آ، درسته، و دارای پروتئین دی، بله دی بزرگ، دی کوچیک، دی بزرگ، دی بزرگ میتونه باشه، و میتونه مثلا هموفیل نباشه پسر، بله میتونه این ایگرگ پدر با یه ایکس اچ بزرگ مادر باشه، میتونه پسری باشه با اختلال در فرآیند لخته شدن خون، یعنی پسر هموفیل باشه، بله میتونه این مادر که ناقله بچه ها، پدرم که هموفیله، این ایگرگ با این علل جهش یافته بشه یه پسر هموفیل و بازم دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی میتونه باشه و میتونه منفی باشه مثل دختر. میتونه دختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی باشه، بله میتونه دختر یه علل آ رو از مادر بگیره، علل ب رو از پدر، و میتونه دارای پروتئین دی باشه، بله گروه خونیش میتونه مثبت باشه، و میتونه سالم باشه به لحاظ هموفیلی، بله دختر میتونه به لحاظ هموفیل مثل مادرش چی باشه؟ سالم باشه. دوستان خب سوال 202، در یک فرد بالغ آهن آزاد شده از هموگلوبین در داخل اندامی از بدن که خون لوله گوارش ابتدا به آن وارد می شود ذخیره میشه. کدوم اندامو داره میگه بچه‌ها؟ داره کبد رو میگه، بزرگترین اندام داخلی بدنه. چند مورد درباره کبد صحیحه. کبد در تولید کلسترول نقش داره، بله بچه‌ها کبد صفرا تولید میکنه، تو صفرا هم کلسترول هست، پس گزینه صحیحی است. کبد بر سرعت تولید یاخت‌های قرمز خون تأثیر گذاره، بله کبد چی تولید میکنه بچه‌ها؟ اریتروپویتین، یه هورمونیه، هورمون که از هم کبد ترشح میشه هم از کلیه، و چی کار میکنه بچه ها؟ میاد تولید گلوبول های قرمز رو افزایش میده. اینم درست. آیا کبد میتونه از طریق یاخته های بنیادی خودش گویچ های قرمز رو تولید کنه؟ در جنین بله، ولی در یک انسان بالغ چی؟ نه. پس جیم غلطه. دال، آیا کبد فاصله سلول های بافت پوششی تو مویرک هاش بسیار زیاده؟ بله کبد مویرک های ناپیوسته دارد، و 3 گزینه میتونه راجع به کبد درست باشه. دوستان سوال 203، به طور معمول کدام عبارت درباره نوعی پرده جنینی که به دیواره رحم مادر نفوذ میکنه نادرسته؟ کیو میگه؟ کوریون یا برونشامه جنین. کدوم راجع به کوریون نادرسته؟ بچه کوریون آیا سبب اختلاط خون جنین و مادر میشه یا سبب جدایی خون جنین و مادر میشه؟ یک پردهیه که خون جنین و مادر توسط این دیگه با هم مخلوط نمیشه، پس همین نادرسته. دقت به نادرست بودن بکنید. اما 2, 3, و 4 درسته. تحت تاثیر نوعی پیک شیمیایی توسعه مییابد، بله توسط پروژسترون و بعدش هم HCG میتونه توسعه پیدا کنه. در انتقال مواد مغذی به جنین نقش موثری داره، البته برای 2 بگم که HCG خود کوریون میسازه بچه ها. در انتقال مواد مغذی به جنین نقش موثری داره، بله طبیعتاً در ایجاد جفت نقش داره و جفت هم که محل تغذیه جنین از مادر. حاصل تقسیم و تمایز تعدادی از یاخته های بلاستوسیت، یاخته های تروفوبلاست، بعدن میشن کوریون. 204، کدام عبارت درباره هر ناقل عصبی تحریک کننده ماهیچه‌های بدن انسان، هر ناقل عصبی که بچه تو سیناپس میاد، آیا هر ناقل عصبی توسط آنزیم‌هایی بعد از انتقال پیام تجزیه میشه؟ نه، ممکنه برگرده بره داخل مثلا نورون پیش سیناپسی برگرده، بنابراین الزاماً همشون توسط آنزیم‌ها تجزیه نمیشن. آیا در پایانه آکسون یاخته پیستینابسی تولید میشن؟ بچه ها دختر پسر گل، ناقل عصبی تو جسم یاخته تولید میشه، بعد میاد تو پایانه، اونجا توی سری از توی سری وزیکولا ذخیره میشه، میاد تو پایانه
اتفاقی که افتاد، مثلا تحریکی که اتفاق افتاد، اونا آزاد. یعنی چی؟ پیام که هدایت شد به پایانه آکسون رسید، حالا اتفاقاتی میفته که اون وزیکول ها میان ناقل عصبیشون رو توی فضای سیناپسی تخلیه میکنن، پس تو پایانه ساخته نمیشه. آیا به جایگاه ویژه خودش در درون یاخته پس سیناپسی متصل میشه؟ نه، در غشاء یاخته پس سیناپسی متصل میشه به یه سری پروتئین ها. آیا از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی باعث باز شدنش میشه؟ بله، این صحیح هست، گزینه صحیحیه. بچه ها بریم سراغ سوال 205 که سوال آخر کنکور 98. در ارتباط با گیاهان کدام گزینه عبارت مقابل را به طور مناسب کامل میکنه؟ فقط بعضی فلان ها فلان دارن، فقط بعضی واکوول ها گزانتوفیل دارن. بچه ها واکوول گزانتوفیل نداره. فقط بعضی سبز دیسه یا کلورپلاس ها کاروتنوئید دارن، در صورتی که میدونید همه کلورپلاس ها کاروتنوئید دارن. فقط بعضی از رنگ دیسه ها یا کروموپلاس ها ترکیبات آلکالویدی دارن. بچه ها رنگ دیسه ها ترکیبات آلکالویدی ذخیره نمی کنن و ندارن. فقط بعضی از پلاست ها مقدار فراوانی سبزینه دارن که کیان؟ کلوروپلاست ها. گزینه 4 جواب سوال 205 هست. خدا قوت بچه ها، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم از این سوال ها استفاده کافی رو برده باشید. ممنونم، خدا نگهدارتون.